ما قرآن رو اگه بخوایم تحریفش نکنیم باید ببینیم لغات وقتی که استعمال شدند چه معنی داشتن، چه معنی داشتن. ما نباید از اون معنی بیاریمش بیاریم. ما حق نداریم قرآن رو وقتی که داشته این سخنی میگفته ببینیم معنی این سخنی که الان میگم اگه این سخن من اینجا ضبط بشه، ولی بعضی از این لغات که من الان به کار میبرم 200 سال دیگه تو زبان عربی معانی دیگه، تو زبان فارسی معانی دیگه هم پیدا بکنه. حالا 500 سال دیگه یه مورخ اگه این ضبط صوت رو گرفت جلوش، آیا میتونه معانی رو که 200 سال بعد از من لغات من پیدا کردن تو زبان عربی به من نسبت بده؟ نه دیگه. من ملکیان الان گفتم الف به اس، الف الان که دارم میگم یه معنی داره و دارم به شما به اون معنا میگم الف، بهم یه معنی داره. همین الف ممکنه بعدا در تطورات زبان فارسی معناش عوض بشه، همون به ممکنه بعدش معناش عوض بشه. 200 سال دیگه ممکنه این الف یه معنی دومی هم پیدا کنه تو زبان فارسی، بهم یه معنی دیگه پیدا کنه تو زبان فارسی. حالا آیا یه مورخی 500 سال دیگه میتونه این نوار ضبط صوت منو بگیره جلوش بگه ملکیان 500 سال پیش گفته فلان، اما الفشو نه معنی الف که الان میگم میگیره، به معنی الف به معنی که 200 سال دیگه پیدا میکنه الف، و ب به معنی که 200 سال دیگه پیدا میکنه. خب نمیشه بگیره دیگه. من بارها گفتم حافظ میگفت دل خرابی میکنه، دلدار رو آگاه کنی. بابا دل خرابی میکنه منظورش اینه که اسهال داره ها، ولی امروزه دل خرابی کردن اسهال داشتن. در زبان حافظ وقتی میگفتن دل خرابی میکنه یعنی حوصله‌ام سر رفته، دلم تنگ شده حوصله‌ام سر رفته، دلدار آگه کن. وگرنه اگه من دل خرابی کردن امروز میگم گفت طبیب آگه کن، نگفته طبیب، گفته دلدار آگه کنی. حالا نمیشه ما بگیم آقا دل خرابی کردنی که تو به کار بری چشمت کور، تو ولی میدونستی که 200 سال بعد این لغت این معنی دیگه پیدا میکنه. خب اون معنی من نسبت ندی، معنی که زمان خود من داشت به من نسبت بدی. دل خرابی میکنه یعنی حوصله‌ام سر، دلم تنگ شده، دلدار آگه کن. اینه دیگه. حالا بعدها از اواخر زمان قاجاری تو زبان فارسی دل خرابی کردن و اینکه فلانی دلش خرابه یعنی اسهال پیدا کرده، خب این معنی جدیدی پیدا شده. این نمیشه حافظ نسبت داد و حرف حافظ رو حمله بر اون معنا کرد. من میخوام بگم قرآن 1400 سال پیش که نازل شده ما ببینیم لغات اون زمان چه معنی داشت، همون معنا به قرآن نسبت بدیم، نه اینکه در زبان عربی بعدها معانی. یه بار شما گفت اگه مفسران بزرگ که اسمش نمیبرم، خیلی مهمه این مفسر شیعی در قرآن اومده یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا در زبان عربی که قرآن نازل میشد یعنی آماده جنگ بودن، درسته؟ رباط الخیل دارید در قرآن هم بگه رابطوا یعنی آماده جنگ شدن، یعنی اسبهای جنگی رو تجهیز کردن. اینو میگن مرابطه در زبان عربی. گفته یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید، صابروا، یکدیگر رو هم به صف سفارش کنید و رابطوا، آماده جنگ باشید. این رابطه رو گفته. توجه می‌کنید؟ از بعد از حمله ناپلئون به مصر، یعنی تو این دو قرن اخیر تو زبان که لغات فراوان جد بعض شد تو زبان عربی به خاطر آشنایی ایران عرب‌ها با تمدن غرب، این مرابطه در زبان عربی معنی دوم هم پیدا کرد. مرابطه یعنی ارتباط برقرار کردن با یکدیگر. یکی از مفسران بزرگ شیعی همین قرن ما تو همین ایران ما باشه تو قرآن تفسیرش نوشته که قرآن گفته است که یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، صبر کنید و یکدیگر به صبر سفارش کنید، با یکدیگر هم ارتباط برقرار کنید. و خیلی هم اینجا رجز خونده که چقدر اسلام به ارتباط اهمیت میده. خب بابا نمیفهمی، شعور نداری، مفسر قرآن شعور نداری که مرابطه 200 ساله در زبان عربی معنیش ایجاد ارتباطه. اینو نمیشه به قرآن نسبت داد. خب این شعورشو نداری، فهمشو نداری دیگه. نمیتونی، تو نمیتونی وقتی تطورات معنای لغت پیدا میکنه بگید معانی بعدیشو نسبت بدید. از این نظر شما الان تو کتابای لغت انگلیسی ببینید، یه لغت مثلا تو وبستر بین‌الملل یه لغت میاره، مثلا لغت فرض کنیم مثلا ول، فرض کنیم لغت ول فرض میگم بکنید مثلا 5 تا معنا داره. معنی اولی که میگه یه پرانتز باز میکنه نفسه 1110، یعنی از سال 1110 میلادی به بعد این لغت این معنا رو تو انگلیسی پیدا کرده. بنابراین یه متن انگلیسی به دست اومد که قبل از سال 1110 نوشته شده و ول توش به کار رفت، ول رو تو اون متن نمیتونی به این معنا بگی. میدونی چی میگم؟ نمیتونی به این معنا بگی، چون بعد از 1110 میلادی این لغت تو زبان انگلیسی به این معنا اومده.
بعد معنی دوم می‌نویسه 711، یعنی از سال 711 میلادی این لغت تو زبان انگلیسی به این معنا هست. اگه یه کتاب قبل از 711 خوندی دیگه لغت اول اگه توش اومده بود به این معنی دوم نمی‌تونی به کار ببری، این معنا اون وقت به این معنا نبوده.